Gyfas global warming bydd yn ymwymig yn cymysor chadarnog a stawlidod i corbwn dioxoid i chwyd yn matwyd bwgwn i'n bychodir i gyloi bwysyn charobmill. Logyn chwyd eisiau yn wech i gyfam hoi e ba pwet i'n ein jazort yn dechrau. Dysar y mamolig miris yn awas awd ag onna mi chwyd. Hai cosh خر با او ارزش هایی که برای دیگاه تبلیغ میکنن خودش اعتقاد میداشت و خودش فکر میکرد که اصلا چرا در حالی که ما میبینیم که این جنگ های محیطی که صورت میگیره محیط زیست خراب میکنن سبب سرطان های مختلف میشن میوه ها و حبوبات از بین میبرند، کشت و زراعت از صدمه میزنند، سبب خشکسالی های متوالی میشند. لیکن در او وقت، وقتی که منفعت تیل مطرح است، مسئله خرابی محیط زیست و ایگپا مطرح نیست. ما یک سلسله حقایق هست. مجبور استیم در رابطه با اوضاع فعلی جهان در نظر بگیریم. وقتی که بلاک وارسا وجود داشت و وقتی که اتحاد شوروی سابق وجود داشت غرب با دو حریف عمده روبرو بود. یک حریف عمده همین پکت وارسا بود و کشورهای با اصطلاح امو وقت اردوگاه سوسیالیستی و یکی هم چین بود که چین هم در راه ابرقدرت شدن روان بود. اینالی دوران جنگ سرد یک مصیبت که سر جهان آورد بازار رقابت نظامی را بازار فروش سلاح‌های گوناگون گرم ساخت. نتیجه سلاح‌فروشی چی بودیم؟ سوداگرهای مرگ چی میخواستن؟ اینا ممالک مختلفی که یا در پکت ناتو گرد آمده بودن یا در پکت وارسا یا زیر نفوذ امریکا بودن مثل پاکستان که بود یا زیر نفوذ شوروی سابق بودن مثل افغانستان که بود اینا هر کدامشان خود تابون دندان مسلح ساختن با اسلحه‌ای که کشورهای غربی تولید کردن. وقتی که اتحاد شوروی سابق شکست کرد به اصطلاح معروف توازن قوا به هم خورد جهان یک قطبی شد. این فابریکای اسلحه سازی چی باید میکنن؟ اینا اصلیه خود در کجا میفروختن؟ دیگه بازار نبود به خاطر که همه کس غلام یک ابرقدرت یعنی امریکا میشد. پس این کشوران چه باید میکردن که تجارت سلاح دواندار باقی میموند؟ امیال شما برین در افغانستان در دست مخالفین دولت کرزی ببینین تولیدات سلاح سال 2004 میلادی را در دستایشان پیدا میکنیم. این سلاح ها از کجا میرن؟ غرب برای که فابریکه های سلاح فروشی خود به کار انداخته بتانه مجبور بود که یک نوع رقابت دیگر بیاره، یک دشمن موهوم دیگر برای خود بتراشه و این دشمن موهوم بدبختانه تروریسم است. این دشمن موهوم بدبختانه اسلام است. به دلیلی که بعد از شکست اتحاد شوروی سابق در افغانستان و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران غالب جوانا در مغرب زمین متوجه شدن که اسلام را مطالعه بکنند.
سالهای افتاد بیاد داریم کسایی مثل حمزه یوسف، کسایی مثل یوسف اسلام، اینا از عمق فرهنگ غربی که استیون یکی از ستاره های پاپ انگلستان میداد، لیکن این زندگی خود خالی یافت، زندگی خود بیشور و شوق یافت، زندگی خود بدون تلاش یافت. متوجه شد که حضرت بیدل نگه که گویان بهشت است همان راحت جاوید، جایی که با داغی نتفت دل چه مقام است. در سالهای شست جوانا البته نه، لیکن پیر مردایی که هم سن ما باشند، خوب مظاهرات محصلین در فرانسه، در آلمان، در انگلستان و در تمام مغرب زمین بیاد داشتند. این جوانا مظاهره می کردند، سر و صدا را می انداختند و از بی‌عدالتی نظام سرمایه در غرب فریاد سر می دادند. غرب باید به یک چاره می سنجید. این جوانها را باید از پروسی سیاسی آستاستا جدا می کرد. بر اینا مشغولیت های فکری دیگه می تراشید. بنابراین غرب او رقم مصیبتی را سر خود آورد که آنی دست هر سر خود میزنه رای برگشت ندارد. جوان خود با سیاست به اعتنا ساخت، لیکن او را در قید یک سکس آزاد انداخت، یعنی احساس مکلفیت آمیزش جنسی را از بین برد. یک زن و شوهر با هم زندگی میکنن، برای سالها زندگی میکنن، یکی در برابر دیگر مکلفیت دارند و هدفشان تربیه اولاد است و این برایشان یک آیدیال میبخشه و اینا زحمت و تلاش میکنن. لیکن اگر یک مرد تانست که مثلا از 15 یا 16 سالگی تا 60 و 65 سالگی با زنهای مختلف آمیزش جنسی بکنه، لیکن از طفلی که به دنیا میاید هیچ خبر نداشته باشه، در او صورت نظام یعنی که تکوالیدی، یعنی یک پدر یا یک مادر داشتن، یعنی تنها مادر مسئول طفل بودن و پدر در کنارش قرار نداشتن، یا برعکس در بعضی حالات پدر بودن و مادر نداشتن، این مصیبتی است که غرب سر خود به حساب آورده. بنیاد خانواده، بنیاد ازدواج، بنیاد تعهد، بنیاد مکلفیت این را از بین برده. نتیجه از بین بردنش اموز که امروز جوان غربی به سیاست علاقه نمیگیره، لکن در عین زمان اگر شما فیصدی تجاوز سر اطفال در غرب بسنجید، یک رقم وحشتناک میده. چرا؟ چرا تجاوز سر اطفال؟ اونا اصولا برای مناسبات جنسی آماده نیست، فقط به خاطر این که چون جنس مخالف در غرب بسیار سهل الوصول شده بود، بسیار